بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی تو خبرها اومد که جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آلمانی ها به توافق رسیدن که مشکلات خودشون رو از طریق مسالمت حل و فصل کنن اما با نیم نگاهی به منطقه قفقاز میشه فهمید که تقریبا قدرت های بزرگ همشون اینجا چشم دارن از آمریکا و چین و روسیه بگیرید تا کشورهای همسایه مثل ایران مثل ترکیه و حتی خود این کشورها ببین شما چرا جمهوری آذربایجان و ارمنستان رو درگیر میبینی چون یک موقعیتی داره ایجاب میکنه که برخی طرف ها و برخی اتحادهایی که شکل گرفته میخواد وزنه خودش رو سنگین کنه شما وقتی از منطقه قفقاز صحبت میکنی یکی از جاهایی که خیلی تو چشم هست همین جمهوری آذربایجانه یک موقعیت فوقالعاده عالی از اون طرف راهی هست برای پیشگیری از قدرت گرفتن ایران در حوزه اقتصادی اونم به خاطر موقعیت که داره حالا بذارید بریم سراغ یه سری معلف که با کنار هم چیدنشون میتونیم بفهمیم که این منطقه چرا اهمیت داره بعد از جنگ سرد که قبلش هند به نوعی میشه گفت گرایش داره به شوروی میاد میره به سمت آمریکا یعنی بعد از جنگ سرد خب میدونید دیگه جنبش عدم تعهد یکی از مؤسسینش همین هنده که هیچ وابستگی به قدرت بزرگ نداشته باشن اما چی میشه که بعد از جنگ سرد هندیا متمایل میشن به آمریکا ببین اتحادها در دو صورت شکل میگیره یه زمانی یه کشوری احساس ضعف میکنه مثلا میاد متحد میشه با یک قدرت بزرگتر برای مقابله با کشوری که داره قلدری میکنه قوی تره مثلا ارمنستان الان چرا سویچ میکنه به سمت مثلا فرانسه یا به سمت هند چون ارمنستان در مقابل خودش جمهوری آذربایجان رو میبینه که داره توسط ترکیه و اسقاطیل قویتر و قویتر میشه به لحاظ نظامی بنابراین سویچ میکنه به سمت یکی از اونها که بتونه با اونها مراوداتی داشته باشه که خودش رو قوی کنه مقابل جمهوری آذربایجان بیسته خب بعد از جنگ سرد آمریکایی ها برای مهار چین میان هند رو علم میکنن پس دومین دلیل اتحادها که حالا مثلا دو تا حکومت قوی کنار هم قرار میگیرن برای حفظ تعادل و بالانس هست پهنه جغرافیایی و موقعیت بسیار بسیار عالی هندی ها که روی اقیانوس هند هم تسلط دارن به نوعی میشه گفت که راهی برای کنترل قدرت نوظهوری به اسم چینه آمریکا برای که چین رو مهار بکنه یه جورایی هند رو میندازه وسط هندی که با پاکستان سر مسئله کشمیر داستان دارن حالا همین پاکستان میاد در بحث جنگ قره باغ پشت جمهوری آذربایجان در میاد ارمنستان در, در بحث کشمیر پشت هند در میاد یعنی یک اتحادی بین این دوتا برقراره پاکستانی که این روزها خودش مشکلات عدیده مرزی با طالبان داره تهدیداتی که داره مدام تکرار میشه از این طرف اینها اونها رو مورد سرزنش قرار میدن از اون طرف اونها انگشت اتهام رو به سمت پاکستان میگیرن و این اوضاع ادامه داره در این شرایط چین نیم نگاهی به پاکستان داره و هند تلاش میکنه که به نوعی افغانستان رو تقویت بکنه به این معادله چقدر پیچیده است تو قفقاز هم همین اتفاق میفته تقریبا تمام قدرت های جهان نیم نگاهی به این منطقه دارن حالا هند میخواد چیکار بکنه هند با تقویت نظامی ارمنستان داره راه رو برای خودش باز میکنه برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا خب میدونید تسلیحات نظامی ارمنستان بالای 90 درصدش توسط روس ها تامین میشد بعد از جنگ اوکراین خب این اتفاق نمیافته یه بخشش رو فرانسویا میان جلو اما الان هند اومده جلو حالا یه بخششم هم میگن ایران ظاهرا اقداماتی انجام داده که ما این رو نمیتونیم بازش بکنیم به این دلیل که به خاطر سیاست های محرمانگی که وجود داره اخبار دست اول به دست ما اگه حرف بزنیم همینجوری فقط حدس و گمانه در حالی که ما میتونیم با ارمنستان اقداماتی رو انجام بدیم هم برای کنترل جمهوری آذربایجان هم تقویت آذربایجان و هم فروش تسلیحاتی که اینها بتونن از حدود مرزی خودشون دفاع بکنن و در کنار این دفاع یک توطعه بزرگ سزل ای توسط اسقاطیل ترکیه و باکو رو خونسا کنن خب هند برای رسیدن به بحث اوراسیا و از اون طرف اروپا به این کریدوری که در ایران ما هست نیاز داره اصلا یکی از دلایل اینکه اینها به سمت چابهار سوق پیدا کردن همین بود یه رقابتی یعنی هم بین چین و هند در همین زمینه وجود داره اگر دقت بکنید چینی ها در بحث قفقاز اونجایی که منافع روس ها یه مقدار احساس کنن به خطر میفته ورود پیدا نمیکنن به صورت جدی نه اینکه براشون مهم نباشه نمیخواد تنش ایجاد بشه چون در برابر اون هژمونی آمریکا باید چین و روسیه با هم متحد باشن اما بازیگر جدیدی که هند هست داره معادلات رو به هم میزنه البته این به نفع روسیه هم هست اما نه اونقدری که بخواد جا پای روسیه بگذاره یعنی تا اونجا رو میتونه دوام بیاره اما از اون به بعد رو نه احساس میکنم هند در قضیه قفقاز خیلی هوشمندانه داره میره جلو شما حساب کن از یه طرف عضو اتحادیه همکاری های منطقه جنوب آسیا همون سارک هشتا کشورن که افغانستان آخریشه نزدیک به سه میلیارد جمعیت دارن پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال اینا رو دروبر خودش داره حتی ایران و چین به عنوان عضو ناظر درخواست دارن تو این سازمان باشن خب در کنار اینکه عضو سارک هست عضو بریکس هم هست همون بریکسی که اتفاقا چین و روسیه هم توشن یعنی هند خیلی هوشمندانه داره تو قفقاز خودش رو جا میکنه حالا من دو تا گزاره رو مطرح کنم بهش فکر کنید و تو کامنت ها پاسخ بنویسید برام ارمنستان به تازگی اعلام میکنه که روس ها رو باید از منطقه خارج کنیم از اون طرف جمهوری آذربایجان به هند پیام میده که آقا تسلیحات به ارمنستان نده بعد از این دو اتفاق چی میشه که ارمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق میرسن؟ یعنی دلیل این توافق چیه؟ چه اتفاق خاصی در اینجا میفته که اینها متوجه میشن باید برای حل مسائل خودشون برن گفتگو کنن، صلح آمیز کارها رو پیش ببرن؟ و آیا به نظر شما اینها سر این صلحه خواهند موند؟ یعنی این توافقی که به واسطه میانجیگری آلمان شکل گرفته پایداره یا نه فردا شما شاهد مثلا درگیری های مرزی خواهید بود که سرباز این اونو زده سرباز اون به این حمله کرده فکر میکنید آیا به این توافق پایبند خواهند بود همه اینها رو گوشه ذهنتون داشته باشید ببینیم برنده این حوزه قفقاز کی خواهد بود با حضور هند در منطقه قفقاز به نوعی میشه گفت که ترکیه اون جایگاهی که برای خودش تصور میکرد و از دست خواهد داد و یک موقعیت خوب برای ایران ما پیش میاد البته اگه بتونیم ازش استفاده بکنیم خب وقتی سال 2022 جمهوری اسلامی میاد ورود پیدا میکنه به مسئله آذربایجان و ارمنستان این انتظار به وجود میاد که با ها در آینده اقداماتی رو انجام بدن یعنی بحث تنش های چیز غیر اقلایی نیست اما امروز که ایران میتونه با ارمنستان قراردادهای اقتصادی منعقد بکنه از اون طرف برای کنترل جمهوری آذربایجان میاد کریدور عرس رو استارت میزنه نشون میده هر دو طرف به نوعی وابسته جمهوری اسلامی باید باشن حالا اینکه یک عده در باکو پیدا شدن قش کردن به سمت ترکیه و اسکاتیل این اصل ماجرا رو نمیتونه ببره زیر سوال چون موقعیت ممتازی که ما داریم اینجا هم چین هم هند و هم روسیه مدیون این موقعیت هستن و نیازمنده به این موقعیت بله راه های جایگزین بسیار بسیار, بسیار بحث شده قبلا هم صحبت کردیم وجود داره اما این منطقه و این امنیت که وجود داره بسیار بسیار بر اونها حائز اهمیت و حیاتیه و تعجب از سران دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان که چرا موقعیت به این خوبی رو میخوان ول کنن برن سمت مثلا ترکیه و اسکاتیل یا اون بره به سمت مثلا روسیه فرانسه یا هند البته که اتحادها برای تأمین منافع هر ملتیه ما این رو نمیخوایم نفیش بکنیم مثلا ارمنستان با هند الان متحد باشه یا مثلا جمهوری آذربایجان با پاکستان در یک دوره تو پاکستان اتفاقی میفته یک تاجر باکویی یک کاری میکنه در حق اینها که از اون به بعد پاکستانی ها انگار احساس دین میکنن نسبت به باکو در واقع حتی میشه گفت قفقاز حوزه رویارویی هند و پاکستان هم میتونه باشه حضور هند تو همین قفقاز جنوبی برای ایران هم اهمیت زیادی داره این حضور باعث افزایش نقش ترانزیتی ما نه تنها تو منطقه بلکه در کل دنیاست این موقعیت که ما داریم به عنوان قطب اتصال هند به اروپا و روسیه تقویت میشه از اون طرف کمک نظامی به ارمنستان توسط هند حالا این کمک که میگیم الزاما نه این که بیاد ببخشه بهشون نه همین که تسلیحات رو در اختیار ارمنستان قرار میده کمک میکنه به مسئله که ما با جمهوری آذربایجان داریم یعنی خونسا میکنه توطئه هایی که اینها در خطوط مرزی ما میخوان داشته باشن بحث اون کریدور زنگزور و فلان اینها که بارها و بارها صحبت کردیم اون رو هم به نوعی خونسا میکنه یعنی یک توازنی ایجاد میکنه در بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که اینها مشغول خودشون باشن و به دنبال منافع خودشون باشن دیگه در فکر این که بخوان برای ما مشکلات ایجاد بکنن نباشن چون این کریدور تقریبا میشه گفت کشورهای منطقه رو متنعم میکنه کریدوری که از ایران هند رو به اروپا متصل میکنه هند رو به روسیه متصل میکنه و همچنین روسیه به هند بالعکس دیگه فرق نمیکنه چینی ها هم منافع خودشون رو خواهند برد که تو برنامه قبلی بهش اشاره کردیم اما بحث حضور هند در قفقاز جنوبی یک بحث بسیار بسیار مهمه که ما باید بتونیم ازش استفاده بکنیم چون اگر معادلات رو در نظر نگیریم با دقت فضا رو کنترل نکنیم رصد نکنیم خود آمریکایی ها میتونن اینجا یک توطئه جدید رو داشته باشن اونم به واسطه همین درگیری بین آذربایجان و ارمنستان که در ظاهر بیان پشت ارمنستان باشن امیدوارم این دقدقه در مسئولین وجود داشته باشه و اون اتفاقی که در عراق و سوریه بعد از حضور داعش و حضور مستشاری ما در اونجا رقم خورد اینجا اتفاق نیفته ما در سوریه و عراق کارهای بسیار بسیار بزرگتری میتونستیم انجام بدیم که به نوعی اثرات و سمراتش هم برای مردمان اون کشور بود هم برای اقتصاد خودمون که میتونست خیلی از مشکلات رو مرتفع کنه امیدوارم این اتفاق در این بحث کریدورها بیفته از این موقعیت فوق العاده که داریم بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم و آینده دنیا از ماست اگر بتونیم در این زمینه خوب کار بکنیم بسیاری از مشکلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم با درآمدزایی که در این حوزه میتونه رقم بخوره مرتفع میشه و یه بخشی از مشکلات ما رو کمتر و کمتر میکنه یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون